بسم الله الرحمن الرحيم. ده ويجو ما در مورد برانچنگ سیستم در مورد نشاط به ساقه گپ مسلم کی ساقه چتو وچی گونه بکدم میخانیکا تو بکدم خصوصیت مر پروژیک در برانچ ها میشه و شاخه ها را تولید میکنه که تولید شاخه بالای ساقه بنام برانچنگ یا بنام نشاط به ساقه یاد میشه، بالای بنام تولید شاخه بالای ساقه یاد میشه. اینکه در مورد ازی گپ میزنیم، انشا به ساقه کس معمولا وجود آمدن نمو شاخ ها یا برانچ هاست بالای خود ساقه که من بدون هست، یک نویش کس بنام لترال برانچ یاد میشه که تولید شاخ های جانبی است که در اطراف خود محور اصلی، در اطراف خود ساقه اصلی که از برانچ های متعدد و شاخه های متعدد تولید میشه و وجود میه، و دومش که از بنام ریکتوموس برانچینگ یاد میشه، یعنی انشا به است که به شکل دوبخشی صورت میگیره، بنام انشا به دوبخشی یاد میشه. گردوی شکل با دیگه تفاوت داره. اول میم با لترال برانچینگ یا با انشا به چند بخشی یا با انشا به که در اطراف خود محور اصلی یا ساقه اصلی صورت میگیره. ای باز به دو بخش تقسیم میشه این و انشاب، که یکی بنام سیموس یا بنام دیپنیت برانچینگ یاد میشه، دومیش که از بنام ریسیموس برانچینگ یاد میشه. در سیموس برانچینگ کس یا در نوی سیموس کس اینجا نموی تنه اصلی یا نموی ساقه اصلی کسی محدود است. بیمان اینجا ساقه را ما میبینیم که نمو کرده، ولی نمویش کس در قسمت کس محدود شده. بیمانه که ساقه اصلی کس نمویش متوقف شده، نمویش محدود شده و محدودیت مواجه شده، نمو نکرده، ولی یک برانچ را یک شاخ را در پالوی خود تولید کرده که او شاخ باز میتونه که نموی خود را ادامه بده، ولی شاخ پیری است، ساقه اصلی نیست، که این سیستم به نام یونیپیروس سیستم یاد میشه. بیونه که ساقه تانسته که یک برانچ را یک شاخ را تولید کنه و نموی خودش در قسمت اپیکل میستم متوقف شوه و خودش نمو را ادامه داده نتانه و نمو نکنه. نوی دومش کس که نوی دومی سیموس کس بنامه بای پیروس یاد میشه. در سیستم بای پیروس یا بای پیروس سیستم کس ساقه میتونه که ساقه اصلی میتونه که فقط دو برانچ را یا دو شاخ را وجود بیاره و خودش کس نمویش متوقف شوه، فقط بتونه که دو شاخ را تولید کنه، یعنی سبب وجود آمدن دو شاخ شوه ولی نموی اصلیش کس متوقف شوه. مثلا غیر پرس کنیم که یک ساقه است، فقط ساقه کس در امی قسمت که رسید در اینجا نمویش متوقف میشه، ولی شاخه متعدد را بوجود نمیره، فقط دو شاخ را میتونه که بوجود بره، که این و ساقه ها کس این و برانچنگ سیستم برانچنگ کس بنامی بای پروس سیستم یاد میشه. بیونه که داره دو شاخ است یا دو شاخ را بوجود آورد، اگر فقط یک شاخ را بوجود بره، شاخ پیری را یک بیتانه که یک شاخ پیری را بوجود بره، وزی صورت بنامی یونی پروس سیستم یاد میشه که ساقه اصلی داره یک شاخ است. و گرید شو که شاخ های متعدد داره وجود بیاره و خودش نمویش متوقف شو، ولی شاخ های زیاد داره وجود بیاره، در این صورت باز بنام ملتی پیروس سیستم یاد میشه، یعنی ملتی پیروس برانچنگ سیستم یاد میشه، یا سیستم برانچنگ سیستم تولید شاخ ها که شاخ های متعدد بالای ساقه اصلی وجود میه. یعنی معمولا سیموس برانچینگ سیستم یا دیپینیت برانچینگ سیستم که در اطراف خود ساقه شاخه مختلف تولید میشه، ای بس سی نو است. نو اولیش کس به نام یونیپیروس برانچینگ سیستم یاد میشه، که در سیستم ساقه اصلی فقط یک برانچ یک شاخه میتونه که وجود بیاره و نموی خودش که است متوقف است، نمویش محدود شده، نمونه میتونه، یعنی در قسمت هپیکل میستم خود که از نمویش متوقف است، ولی یک شاخ را میتونه که وجود بره، که این نویش این نوی سیستم برانچینگ که است، برانچینگ سیستم که است بنام یونیپیروس برانچینگ سیستم یاد میشه. نوی دومی
سیموس برانچنگ سسٹم کیس بنام یہ بائی پیروس برانچنگ سسٹم یاد مشا کی درینا ساقی اصلی میتونه که دو شاخه بوجود بره نموی خودش کیس متوقف است ولی دو شاخه دیگر میتونه که بوجود بره که دری تصویر اینجا میشه نموی اصلیش که در قسمت متوقف شده ولی دو دانه شاخه توانسته که بوجود بره که اینا برانچنگ سیستم یا سیستم بوجود آمدن شاخه ها یا شاخچه ها که از بنامه بای پیروس برانچنگ سیستم یاد میشه نوی سومیش که از در او بنامه ملتی پیروس برانچنگ سیستم یاد میشه یعنی ساقه میتونه که شاخچه های مختلف را شاخه های متعدد را برانچ های متعدد را بوجود بره که ما در اینجا یک ساقه را میبینیم که نمایش در قسمت متوقف شده ولی شاخه های مختلف را توانسته که بوجود بره که این سیستم شاخه ها که است بنامه ملتی پیروس برانچنگ سیستم یاد میشه نوی دومی لاترال برانچنگ که است بنامه ریسموس برانچنگ یاد میشه ریسموس برانچنگ که است در ریسموس برانچنگ نموی ساقه اصلی که است او متوقف نمیشه یعنی خود ساقه اصلی که است او نمو میکنه متوقف نمیشه ولی برانچ ها یا شاخه ها هم وجود میره مثلا نگه اینجا ما یک نبات را رسم کنیم ساقه اش است خود ساقه که است هم نموی خود را ادامه میتو تاخره و در پالویزی که است برانچ های مختلف را میره سبب تولید برانچ ها یا شاخه های مختلف میشه ولی نموی اصلی خود نبات که است متوقف نمیشه ولی نموی خود را میتونه که برخلاف سیستم سیموس یا دیپنیت ادامه بیتا این بنامه ریسیموس برانچنگ سیستم یا بنامه اندیپنیت برانچنگ سیستم یاد میشه یعنی یک سیستم برانچنگ است که سیستم وجود آمدن شاخه است که نامحدود است بیانه که هیچ محدودیت بالای خود ساقه اصلی که سوازه نشده میتونه که نموی خود را تا آخر ادامه بیتا نیست که دهی نبات دیده میشه که هم شاخه را تولید کده و هم خود ساقه اصلی که است نموی خود را ادامه میتونه که نموی خود را ادامه بیتا که نو برانچنگ سیستم که است بنامه ریسموس برانچنگ سیستم یاد میشه و تا آخر میتونه که تولید نموی طول خود را یا ازدیاد طول خود را ساقه اصلی یا محور اصلی نبات هم ادامه بیتا نوی دومیش که است بنامه دایکروموس برانچنگ سیستم یاد میشه یا دایکروموس برانچنگ یاد میشه که ای بنامه انشابی دو بخشی یاد میشه بیمونه که یک نبات فقط بیتانه که به دو بخش وقت که ساقه نموی اصلی ساقه که از در اینجا متوقف میشه محدود میشه ولی معمولا دو برانچ را یا دو شاخ را بوجود میره و هر شاخ که از باز در انجام خود باز به دو شاخ تقسیم میشه یعنی بنام این شعب دو بخشیت میشه که این این شعب کس معمولا در تریدو پایچ ها در بروی پایچ ها در خزه ها و در تریدو پایچ ها در نباتات که بنام نباتات بدون تخم داره انساج انتقالی میشه بنام این تریدو پایچ یا تریدو پایچ های میشه در واقع کس در سیستم ریشوی شم این در روچ سیستم در سیستم ساقوی یا در شور سیستم در دو سیستم های از یک کس در تریدو پایچ ها کسی معمول است بیونه که شاخهایش که است یا ساقهایش که است یا شورستومیش که است دارای انشابی دو بخشی است و به دو بخش تقسیم میشه و شاخهای را بوجود میره معمولا برانچنگ انستریم یا دی ساقی یا دیتنی برانچنگ یا شاخونو یا شلکه دلیسی دی ده یا خاص ترتیب داری پو نباتاتو که یعنی پتنوانی ده خاخونو شنکی دو ترتیب و تنظیم تا دی شاخونو سیستم یا برانچنگ بلکی برانچنگ دو اساسی دولن داری چې د لټرل برانچنګ په نوم یادیږي او د ډایکوټوموس برانچنګ په نوم باندې یادیږي لټرل برانچنګ سیستم لټرل برانچنګ عبارت د داسې یو برانچنګ سیستم نه ده چې کله خښونه اصلي تنې د سنګونو نه راوځي دا ډول خښونه د جانبي یا لټرل برانچ یا جانبي ښاخونو په نوم باندې یادیږي او بیا جانبي ښاخونه څه دي مختلف ډولونه لري چې د سیموس یا ډیپنډنټ برانچنګ په نوم یادیږي د ریسموس برانچنګ په نوم یادیږي ریسموس ټایپ یا ریسموس برانچنګ کیسه ده دې کیسه ساقه خپل ودې ته تر اخره پورې دمه ورکوي جنوبي خښونه تولیدوي
خونه داسې ترتیب شوی دی چې زړه خونه د قیدی خاطی دی ډول برانچینګ کې او ځوان خونه چې دی د سوک خاطی امتداد مدلی چې دا ترتیب دی اکروپیټل سکسیشن په نوم سره میدیږي نو بدون زړه خونه چې دی قیدی په خاکی دی نبات قیدی په خاکی وجود لري او نوی خونه چې دی هغه د نبات د سوک خاطی د اپیکل میرستیم اپ شورت خاطی واقع شوی دی چې دا د اکروپیټل سکسیشن په نوم دا ترتیب او تنظیم یادیږي او بل څه د سیموس ټایپ ده یا سیموس ډول ده په دې ترتیب کې چې ده د اصلي تنی نموس ده یا د اصلي ساقي هغه نمو وده چې ده محدوده کیږي ریسټرکټ کیږي او ډیپینډنټ کیږي بیا ونه څه محدودیت پوزه کیږي په دې صورت کې نهایي غذا ډېره پوره وده نه کوي یعنی ساقه چې ده خپله وده د دمه نه شي ورکولی یعنی په دې قسمت کې نورې دوی وده درېږي د اصلي ساقي ولې شاخونه منځته راځي یو څو جانبي خاکونه تولیدي او د شاخو د تعداد له مخې سیموس برانچنګ سیستم بیا په درې برخو ویشل کیږي چې یو یونیپیروس برانچنګ سیستم ده یو بایپیروس برانچنګ سیستم ده او بل څه د ملټي پیروس برانچنګ سیستم په نوم سره دي یعنې سیموس برانچنګ سیستم چې ده په درې برخو ویشل کیږي یونیپیروس برانچنګ سیستم بایپیروس برانچنګ سیستم او ملټي پیروس برانچنګ سیستم او راځو سیموس یونیپیروس برانچنګ سیستم ته په دې سیستم کې ده نبات یوازې یو خاخ تولیدي لکه دلته چې وینو چې یوه ساقه ده او یوازې یو شاخ یې تولید کړی ده دا د یونیپیروس برانچنګ سیستم یعنې د یو شاخي سیستم په نوم سره یادیږي او بل د بایپیروس برانچنګ سیستم ده یعنې په دې سیستم کې چې ده یوازې دوه خاخه تولیدیږي نبات مثلا دلته یو ساقه لرو یو ونه لرو چې یوازې دوه خاخه کولی شي تولید کړي چې د دې د دوه خاخو تولیدولو اړتیا لري د دې بایپیروس برانچنګ سیستم په نوم یادیږي بل د ملټیپیروس برانچنګ سیستم په نوم سره یادیږي چې یو نبات یو ساقه کولی شي یو نبات ساقه کولی شي مختلف شاخونه تولید کړي مختلف شاخونه منځته راوړي چې د دې ملټیپیروس برانچنګ سیستم په نوم سره چې دا یادیږي یو بل چې د ډایکوټوموس برانچنګ سیستم ده ډایکوټوموس برانچنګ سیستم یا د دوه بخشي انشاب په نوم سره هم یادیږي په دې معنی چې ساقه معمولا په خپله سوکه کې دوه دوه خاخه منځته راوړي یعنې په دوه دوه برخو دوه مساوي برخو باندې ویشل کیږي دوه خاخه منځته راوړي دا ډول انشاب چې ده په عالي نباتاتو کې یا وجود نه لري یا ډېر کم او په خو په تریډو پایټا کې یا په برایو پایټا کې چې د نباتاتو مخصوص ګروپونه دي برایو پایټا یا ښځې او تریډو پایټا یا تریډو پایټ نباتات چې هغه تخمونه لرونکي یا انساج لرونکي یا ظالم پلان لرونکي نباتات دي یو مخصوص ګروپ ته چې بیا په مختلفو ډیویژنونو باندې ویشل شوي دي په غو نباتاتو کې چې ده ډایکوټوموس برانچنګ یا دوه بخشي انشاب چې ده هم په ریښو کې وجود لري او هم په ساقه کې وجود لري یعنې ساقه چې ده په دوه دوه شاخو باندې ویشل کیږي او ریښې هم چې دي په دوه شاخو باندې ویشل کیږي او د ډایکوټوموس برانچنګ یا د دوه بخشي انشاب لرونکي دي.